توی این ویدیو میخوام ببینیم کارخونه پت، ببینیم چه چیزایی داره، قیمتش به چه صورته. میگن خیلی ارزونه. حالا چند تا از دوستام رفتن، آدرسش متاسفانه نذاشتن. من میخوام آدرسش رو بزنم. مسیر طولانی داره متاسفانه. نزدیک فرودگاه جدید استانبول، باید تا اونجا بریم. حالا تو طول مسیر یه سری ویدیو سعی میکنم بگیرم اگه بچه اجازه بده، و اونجا هم برسیم توضیح کامل بهتون میدم. پس تا آخر ویدیو همراه من باشید که بریم این ویدیو رو ببینیم. دوستای گلم سلام، به یه ویدیو دیگه از ریویل شو خوش اومدید. من شایان هستم و ویدیوهای درباره ترکیه منتشر میکنم. اینو واسه همین تاکید میکنم که شایان هستم. یه سری از دوستان میگن اسممو نمیدونن و میگم ببخشید ما اسمتون یادم رفت. تو هم پیجم هست، تو یوتیوب هست، همه جا نوشتم، حتی این زیر میاد، ولی خب بازم گفتم بگم که در جمع میشه به خدا شایان. از اینا بگذریم، میخوام بهتون امروز یه ویدیو متفاوت نشون بدم. یه دونه کارخونه پت شاپ هستش، پت هستش، کارخونه پت، پت شاپ میشه فروشگاه. یه کارخونه پته که خیلی از دوستان رفتن اونجا ویدیو گرفتن، ولی خب آدرسش رو نذاشتن. حالا من آدرسش هم قراره بذارم واسهتون توی قسمت کپشن دیسکریپشن. توی قسمت دیسکریپشن واسهتون میذارم، اونجا کلیک کنید راحت واسهتون باز بشه، آدرس پیدا کنید برید. پیجشون هم میذارم واسهتون. الان من از اینجا حساب کنم تقریبا یه ساعت خورده ای، دو ساعت راه دارم تا برسم به این پت شاپه. رسیدم اونجا هم ویدیو میگیرم واسه تو. طول مسیرم گفتم سعی میکنم ویدیوی بگیرم. بریم واسه این بچه یه ذره خرید بکنیم. دیکو بریم یه ذره خرید بکنیم و ببینیم قیمت ها به چه صورته. و دوست داشتم برم با این پت شاپ هایی که تو محلات هست یا فروشگاه بزرگ، مثلا همین آبمه میگن، مثلا جواهری که نداره، مارمارا پارک داشتش مثلا سمت بیلیک تو زو، این برای یه سری چیزا رو واقعا یه خورده خلاش حس میشه. حالا میخواستم برم با اینا مقایسه بکنم، ولی یه سری از اینا اصلا قیمت رو نمیذارم و این کار ما رو سخت میکنه. باید تک تک بپرسم قیمت بگم و زیاد هم میپرسی جواب نمیدن. به خاطر همین حالا قیمتی که اینجا زده رو بهتون نشون میدم. فعلا اگه تونستم میرم یکی دو جا دیگه هم واسهتون ویدیو میذارم، چون خیلی از دوستان خره پت دارن، میخوان واسهشون غذا بگیرن، یه سری وسایل جانبی داره اونا رو بگیرن، کوله بگیرن، کیف بگیرن، آخره همه این چیزا هست دیگه. واسه این بچه ها اومده که ما راحت تر باشیم و اینا هم اذیت نشن. یه سری دستگاه اتومات هستش که خودش هی آب و پمپاژ میکنه، اونا با هی چیزای باحالی. واسه دوستانی که مثلا سفر میرن یا خونه نیستن، گربه دارن مخصوصا، حالا سگاشون اگه آموزش دیده باشن که ما من ندیده و تو خونه بمونن، اونا مثلا میتونن از این محصولات استفاده بکنن. حالا ببینیم قیمتش به چه صورته. سایتش هم واسهتون حتی میذارم که همه چی کامل باشه. این فرق ویدیو من با ویدیوهای دیگه اینه که من همیشه با دیتیل در اختیارتون میذارم. مثلا حالا این مسیری که میخوایم بریم و تایمش و این سمت اینور دستان بنده جفتش، این بر واسهتون میذارم که چقدر مسیر داریم، چند ساعته اینو باید بریم، برسیم ببینیم به چه صورت. خب دوستان، من تو قایر تپه با مترو، حتی از مسیر خودم بخوام بدم، از اسکودار سوار مارمارای شدم، با مارمارای اومدم توی یینیکاپی، از یینیکاپی اومدم تو قایر تپه. الان باید یه چند دقیقه، 10 دقیقه پیاده بریم تا مترو بعدی، مترو M11 که تا نزدیکی های اون کارخونه داره میبره ما رو. گفتم اینو بهتون بگم که در جمع باشید، با خودرو حتما برید، حتما نباید ماشین شخصی داشته باشید. بریم ببینیم چه جوریه. حالا از این مدیه زر ویدیو میزنم. ما از اون جلو از مترو اومدیم بیرون، اومدیم سر خیابون. این خیابون مستقیم باید بریم، یه زر بوده. دوستان یه چیزی بگم شد باباتون نشد، کلی چرخوندم ما رو و از نگهبان هم میپرسیم بلد نیستن. اسم مترو M11 ولی مترو فرودگاه. دوباره سوار مترو فرودگاه میشیم، الان میریم بعد از فرودگاه بیاره میشیم. چه مسیر دوری اصلا، فکر میگم فقط دور باشه.
حالا تو ایران باشه کسی سوالی بپرسه تا دقیقش بهش میگم اینجا نگهبوناش من بلد نیستم میگم بلد نیستم همینه واقعا بلد نیستم تو یه حالت عادی با خط نمیذارم وارد مترو میشم مترو مخصوصا فرودگاه یه خورده حساسم باید حتما که باز میشم حالا این معمول خوب بود چیز نگفت ما رد چیم حالا میکروفون هم تکیف مونده نمیتونم دقیقا دستم بند بدیم حالا همینجوری دارم میگیرم ببخشید اگه صدای زاره نویز داره یه خواست هست داره محیط هستش فرودگاه رو رد میکنیم و میریم سمت این کافه اینم بهتون بگم این مترو فرودگاهی که زدم واقعا خیلی کمک شده چه واسه اون دوستان که میخوان این مسافت ها رو طی بکنن یه سری ها بالاخره یه چیزی بود اون وسط اسمش یادم رفت دقیقا چی حالا توی مثلا عکسشو میگیرم یه سری از ایرانی اونجا دارم زندگی من توی منطقه دسترسیش واقعا سخته حتما باید ماشین میداشتن با اتوبوس هم خیلی سخته ترافیک دوره حالا چیزی که من شنیدم من نرفتم راست بگم ولی اینو گذاشتن سریع میتونم باهاش برم برسن دیگه مقصدشون خیلی واسه فرودگاه اینو استفاده نمیکنن در اصل خط اینم گفتم لابدای اطلاعات به شما انتقال نمیکنم بریم ببینیم چجوریه بازده از کارخونا واسه خود من مهیجه اینجا یه چیزی که هستش باید پله رو بریم پایین اینجا کلی پله داره میشه خون برم من خود ندارم بریم تو را آسانسور بریم آسانسور بریم پایین جاد خب اینجا میزنیم اینجا بریم زدیم بریم پایین دم تنهایی نم تنها نیستم بریم بچه با هم بیکو جنو گیزه کیم برده تو کیم خودش تو آینه نگاه نمی‌کنه. خب وارد این منظره قشنگ بشیم همگی با هم می‌خواستم ویدیو قطع بکنم ولی واقعا مسیر جذابه یه سری دوستان یه دونه ویدیو گذاشته بودم میگفتن چقدر مسیر رفتی واقعا مسیر دونستم بهتر از یعنی بیشتر از اون دیتاهای مهمتره مسیر رو یاد بگیر ببینید فرقش چیه الان اینجا وایستیم این برف کنم نیستش هم اومد نها کنم چون هیچ آدمی نیستش توش یا خنده تازه رفته یا امروز کسی سفر نداره که بره فرودگاه معموله چند نفری هست نشونه اینی که درست اومدیم دیدید گفتم اینجاست بعد اینجا هم المانش خیلی باحاله این ریتم و بافت اینجا که من دوست دارم عاشقشم بعد اومدن اینجا تلویزیون شهری گذاشتن از این LED ها این کشتی رو حرکت میکنه میره تو خواب بعدی یعنی همش یه تصویر نشون نمیدن امتداد همدیگر رو همجی ادامه میدن میرن جلو حالا جمله بنده میگیر نهید اگه اشتباه بودا از الان بگم من هی دارم اینجا فارس ترکی هم پودم قاطی میشه دیگه چیزای قشنگه که تو ایران هم میشد اینا پیاده سازی کرد ولی متاسفانه پول واسه مسئولین محترم ما خیلی ارجحیت داره تا زیبایی شناسی اون جلو هم یه تابلو هستش که ساعت اومدن مترو رو نشون میده الان این چیز جلوش من قبل نشستن نگاه کردم 7 دقیقه بود 7 دقیقه دیگه میاد بعدش 26 دقیقه است که زنگ این بر تغییرام شاید مشخص شه الان شد 6 دقیقه بعد چنگی نشستیم خیلی آروم ولی بعضی موقع شیطونی میکنه میخواد بره خب اینجا خودمونم اینجاییم تا آنها به تکره میره یه وقت هم آروم حرف میزنی که کسی مزاحمتی شد نخواستش آنها بک افری خب مترمون هم داره میاد اون جلوه نورش داری میبینیم اون محله که میگفتم اینه گوکتوک توی اینجا بیشتر یعنی ما توی این پیستگاه یکی مونده با آخر مونده بشیم
پترویی که مارکیو بمیزن آش لوب همچه چیزی بود یادم نیست بچه خوابیده بود در بیدارش که همه یه وقت نه ترس اصلا نکنه رسیدیم و پیاده شدیم اسکاه مترو تاشلوک فکر کنم بود اصطلاح شده تلفظش اشتباه بگم بعد دو تا اسکاه بعد فرودگاه جدید استانبول حالا بریم بیرون بریم به سمت کارخونه از مترو اومدیم بیرون یادتون باشه مترو فرودگاه میشه M11 تو نقشه میگه باید بریم اون سمت فکر کنم کارخونه این پشت نوشته است بریم احتمالا همونه من اینجا یه سازه‌ای دارم میبینم احتمالا خودش بریم برسیم دیگه باقی ویدیو رو از اونجا استارت میزنم دیگه دوستان رسیدیم به این کارخونه هت فابریکاسی میگن من لوکیشن اینجا رو واسهتون کامل میذارم برید بردارید استفاده کنید مسیرم بهتون گفتم خودتون اذیت نکنید با مترو فرودگاه راحت میتونید بیاید ببینیم داخل چیا داره یه خورده شلوغه فقط اگه پت همراهتون بود گربه یا سگ فرق نداره مواظب باشین اینجا سگای بزرگ هستن یه وقت میان زخمی میکنن یه اتفاق میفته دلخور میشید ناراحت میشید اذیت میشید در کل دیگه مواظب باشید ببینیم داخل چیا داره بذار یه نما اینجوری هم بگیرم اینجا اسم اینجا رو ببینید حالا ببینیم داخل خب چیا داره اینا غذاهای گربه است حالا بخش بخش واسه میگیرم این بخش جایزه های سگ هاست که قیمتش واقعا خیلی فرق داره با بیرون نگاه کنیم 37 لیر و 50 لیر 40 لیر واسه گربه هم هست شده اینا جایزه هاست واقعا مناسبه 100 لیر واقعا چیزی الان بیرون نمیدن اینجا 80 لیر ما از این 80 لیر چند تا بار میدارم 50 لیری هم داره حتی اون بغل نگاه کنید اصلا قیمتش خیلی مناسبه این هم چیزه دیگه شه بکنم مثل بازیه بیشتر چه سر صدایی میکنه بچه خیلی اینجا بهشتیه واسه خودی که اونه کسی که ایمون دوست باشه میتونم بیان اینجا قشنگ لذت برم این هم جایزه های ریزشه توی پک گذاشتم 114 لیر آتی بچه مرزینا نمیخوره خب این هم هستش زدی برای باید کنم 95 لیر 94 لیر 109 لیر قیمتش واقعا عالیه اصلا شنیده بودم قیمتش مناسبه فکر میکنم انقدر خوب باشه این بغل هم یک کافه داره که حالا اگه خواستید از خودتون پذیرایی بکنید میتونید بیا اینجا به جیب خودتون رو مهمون کنید خب این هم یه سری دیگه از جوایز سگا که به این صورته قیمتش ناخیم زده زیرش اون بزرگا 800 لیره 800 لیر 900 لیر یه دونه 1300 خورده ای هست که جاش خالیه بعد اینا مناسب خوبه 153 لیر استخونیه و یه سری چیز دیگه هم اینجا داره 75 لیر واقعا عالیه حتی واسه بچه من با این کوچیکات بگیرم فکر کنم اینا خیلی بزرگه یه دونه شو کنم واسه 3 روزش باشه نمیتونه تمامش کنم قیمت اینا حالا بپرسم تو سایت چون قیمتش با اینکه یکیه یه نفر داره واسه پرنده اونجا چیز هم چیز داره با وسایل داره واسه خوبچه هندی و همستر رو من برم یه دور بزنم اول ببینم چیا داره انتخابای خودم کنم بعد بیام واسه شما ویدیو بگیرم خب چیزی که من خودم خیلی دنبالشم این لباس این بچه است که اینی که من تنشم اصلا دوست ندارم اذیت میشم خودم احساس من داره فشار میدهش قیمتش ببینید چنده حالا این سایز های کوچیکه بزرگترم اونور هست حالا از اونها هم ویدیو میگیرم واسه دوستان که پت شاپ دارن مثلا یا کسی که از ایران میاد میتونه اینجا خریدشون بکنه برگردن نگاه کنید قیمت ها رو 108 لیره تا این پایین 108 لیره سایز های مختلف و
بعد دوباره این برای 108 لیره آره کل اینجا 109 لیره حساب کنید دیگه. حالا کروششو ننوشته دیگه، یعنی نوشته ها، یعنی چیز خاصی نیستش. این هفته 8 کروش نزدیک به یه لیره دیگه. یه چیزی میزنم قیمت پایین تر داشت تو سرچ گوگل و این چیزا هم بیاره، یه مردم مثل خود من مثلا 108 رو ببینه. این هم قلادای دیگه، این هم 108 پایین و این هم بزرگاشه. بزرگا رو یه خورده قیمتش فرق داره، نکنید 1839 دیگه، 1840 دیگه، این یکی 1875 دیگه و اینجوری هستی تا پایین. صدا هم گرفت، این تصمه ها هم داره. حالا اسم شما تصمه هست چیه؟ که از اگه متخصص هم بگم به من هم یاد بگیرم. 101 لیر اینه، این آبی هست که بذارید زوم کنم، اینه این بقلیش 91 لیره، اینی که بافته 200 لیره. قیمتش واقعا مناسبه، این هم خیلی باحال، این هم دوست دارم، این هم خیلی چیز گوگولیه، قیمتش هم مشخصه دیگه نمیگم. و اینجا واسه پیتبول میگن، چی میگن؟ پیتبول واسه اون سگ هاست، که سگای دیگه هم حالا میتونن استفاده کنن دیگه. قیمت هاش باز مشخصه. این یه دونه رو من خودم درست کنم، نور میزه برم نمیزن. قلاده هاست، اوه قلاده رو قیمتش هم نشه. خب بیام عقب، این پایینش هم نشون بدم بهتون قیمت رو به این صورته. من خودم فکر کنم تو این بخشی یه ساعتی باشم. نگاه کنین این بیل بیلک من کوچیکو، یکی از دوستان یه 150 لیر، این کوچی رو میبینید این 150 لیره. حالا اینجا ببینیم چنده. حتی من یه جایی گرفتم که قیمتش خوب بود، ببین باز عالیه، نه کنید 88 لیره، باز از اینی که من گرفتم ارزون تره. اینا چون هی بچه میچرخه دور میزنه خراب میشه به مرور زمان، آدم نیاز داره یکی دوتا داشته باشه دیگه. اینجا چی داره؟ این واسه سگ که اگه درمان شد خواستن چیزی نخوره بیرون یا خودش گاز نگیره نخارونه، واسه اونه. قیمتش هم 37 لیره. سایز های مختلف داره، قیمتش هم فرق داره. به این صورت هر شبه بزرگتر میشه قیمتش بیشتر میشه تا 83 لیره. اونم واسه گربه است، گرده. خب اینجا محصولات از صدا رو چکن. خب اینجا محصولات بهداشتی و موه سگ موزرشه. موزرش هنده 419 لیره. این که آدم از این استفاده میکنه، ما توی ایران مامون بایی میزدن قبل. 755 لیر این هم هستش، قیمتش 456 لیره. این هم همینطور قیمتش تا الاخر. بعد جالب اینجاست که پر ایرانیه اینجا، من هی چرخی دارم ایرانی زیاده. الان این وسایل بازی سگ قیمتشون با از 340 لیر بودن شروع میشه، میاد تا 38 لیر و عروسک های مختلف و اینا. من واسه بچه چی رو بگیرم که خوش بگذرونه باز به سبدش بذارم چیزشو، واسه یه سبد گرفتم که راحت چیز کنه. ایکو بوندادای سر میسه یا بوندان یه چی کوچیک باید بگیرم و هر چیزی بازی نمی کنه این بچه. گذاشتم این زمین دم داره خرابکاری میکنه، بعد دوباره برگردم توی سبد. اینجا هم واسه گربه است، از این چیزاست که میگرده اون چیزا رو پیدا کنه بگیره. میگه کم همینطور گربه راحت تره انصافا نگه داریش، ولی خب من حساسیت دارم بشون بگیرم. خب این هم که کیسای چقدر قیمتش مناسبه. اینو فکر کنم 3-4 تاییش رو میدادن 100 لیر تو محله اون توسو داد، ولی خب اینجا قیمتاش مناسب تره.
کیسه زباله، کیسه دستشویی بچه هست بگه اگه تو خیابون کاری کرد برمیده. خب اینم واسه پرز این هاست. نه دستمال رولیه انگار. برای اینا دستمال رولیه، حتی پرزگیر رولیه اشتباه نگم. آره توی تپلای اجه مجمع کنه. چیز با حالیه 45 لیر یه دونه بگیرم، قیمتش واقعا مناسبه. این هم خوبه، این هم خیلی بهتره. این برقش عوض میکنه 158 لیر. خب چون از این استفاده کردم قبلا و راضی بودم همینه برمیدارم. این خیلی بهتره. ناخونگیره بچه، شونه هاش اصلا دنیاییه. واقعا پیشنهادم یه سر بیاید اینجا. من از اینم یه دونه بردارم، با اینکه دارم ولی خب یه دونه بردارم استفاده میشه. بعد دیگه چیا داره؟ خیلی چیزای کیوتی داره. ریکو اون نه سر میسیم. ریکو ریکو خوشش نمیاد، با عروسک میمونه خوبی نداره بچه. هر کل اینجا خیلی چیزای باحالی داره. پیشنهاد کنم حتما، حتی اگه نمیخواید خریدم بکنید بیاید یه دور بزنید این موجودات دوست داشتنی میبینید حالتون خوب میشه. بذار من اینو بگیرم یه وقت نپره پاش بشکنه. این هم بازم واسه بازی سگه. دمپایه چی میگه این وسط؟ اینو نگاه کن. خب بریم ببینیم دیگه چیا داره. لباس های مختلف داره. ریکا ریکا معمولا بغل من لات میشه وگرنه صدا نداره. خب شال گردن داره، لباس های مختلف داره، حوله دارن واسه خودشون. قیمت حوله ها رو ببینیم چنده. اون کت شده، آره مشخصه. یکم همینطور اونم هم رفته بالا دیگه. قشنگ مثل یه فروشگاه مثلا السی وایکی یا مثلا کوتون یه چیزی اومدن لباس رو قشنگ چیده. خیلی باحاله. متاسفانه نتونستم از این قصه ویدیو بگیرم واسه تون. بچه ها چند تا لباس تست دادم روش، بزرگ بود هرچی گرفته، مثلا خیلی عجیب غریب بود. دیگه بیخیال شدم. خب اینجا مدل‌های مختلف غذا هستش. اینا بسته‌های کوچیکه که از اینا باز کردن و به صورت بسته‌های کوچیک دارن ارائه میدن. فقط امیدوارم بازش باشه که این بچه هر چیزی نمیخوره. خیلی ناز داره ماشاءالله. اصلا بکنم ما اینقدر نازشیم، ما موقع همون اول پرتم میکنم تو خیابون اونقدر نازشیم. اینجا هم دوشکاشونه. قیمت دوشکاشون بگم چنده؟ ببینیم مثلا 300 لیره، 400 لیره تقریبا. این واسه گربه است 525 لیره. اون جلوتر باز هست. خیلی زیاده، یعنی من که واقعا موندم چی رو بگم. همش هم واسه من جذابه. حالا یه کلی میگیرم سایتش هم میذارم واسه تون. حالا این واسه سگه بزرگی که مثلا بیرون میذارم میشینه. دیگه عرضم به خدمتتون. بریم این برم یه دور بزنیم بعد بریم غذای بچه رو بگیریم. اینم واسه سگه کوچولی که مثلا یه جا میخواد بشینه، یه همچین چیزیه. 36 لیره. خیلی قیمتی هم 36 لیر. اون یکی هم 36 لیره. هم 37 لیره بودن. خودش این لوس میکنه واسه هم بچه. اینجا هم چرخاشه، کالسکاشه. من اولین بار توی بیکاس اولین بار توی چیز ازدیلک، مرکز خرید ازدیلک، اونجا مجبورم که من بچه رو بزنم توی یه دونه از اینا. یه دونه ویدیو هم گرفتم میذارم واسه تو. خیلی عجیب بود. خب اینجا غذای گربه و سگ دوباره. اینجا قفسه. مثلا میخواید اگه سفری برید که باکس حتما باید داشته باشید، میتونید اینجا تهیه بکنید. قیمت باکساش نزده متاسفانه. نه روش زده. چرا؟ ببینید الان این بزرگه است. قیمت این بزرگه چنده؟ 5050 لیتر. خب این یه ذره کوچیکتره. این 2797 لیره. این کوچیکتره که مناسب واسه این بچه. اصلا همین کافی شده کنم
واسهش 1200 لیره کم خرجه بچه‌ام. بعد این 2127 لیره 128 لیره این هم چیزای کوچیک‌تر واسه طوله و این چیزا بخواید بردارید زیر 1000 لیره 928 لیره. این یکی هم 1976 لیره من روندش کردم دیگه. این هم به این صورت حالا میذارم واکسه رو ببینید خودتون قیمتش رو بردارید به این صورت. حالا سگی بزرگتر اگه دارید اینجا بازم باکس بزرگتر هم دارم. ببینید این چیزیه که واقعا استفاده میشه. دوستانی هستم میرن کانادا و سگیشون رو تنبیر کنن. 9034 لیره و این هم یه مدل دیگه است. قیمتش اینه نزده متاسفانه این واقعا نداره. اگه میبینید بنویسید. خب این هم قیمتش 3672 لیره. یه دون دیگه همینجا باز داره قیمت نداره متاسفانه مجدد روش کجا داشتم میگرفتم. یه دون هم اینه و این. خب اینجا هم که کلبه هاشونه که حیات میذارن خونه سگه. این طرح چوبه ولی پلاستیکه 100%. آره پلاستیکه. 400 3500 لیره دیگه باید 4 لیر خودمون خسته نکنیم. این هم واسه بازی گربه ها. دوسته که گربه دارم من گربه دوست دارم ولی من حساسیت دارم بشه. خب قیمت این ست به این بزرگی اینه. یه دونه دیگه هم داره این بغل به این صورت. بذارید وایت کنم ببینید گفتشون رو. خب قیمتش به این صورته و کوچیکتر هم داره حالا این شکلی. خیلی جای باحالیه واقعا از چقدر بگم کم گفتم. بچه کیف هم گوشم راحت بشه دیگه. یه لحظه از تو این سبد در رفت این چیزشو نبسته بودم سکتر زدم دیگه میکروفون و اینا همش از دستم انداختم. خب این هم 1000 لیره. این 700 خورده 1000 هم نیست دایی زیر 1000 بذارید قیمت هم درست نشون بدم بهتون. حالا بازم هم میام اینجا حتما میام چون واسه بچه هات وسایل تهیه کنم میام اینجا یه دوری میزم دوباره ویدیو واسه تو میگیرم. این بچه پاشگیری کرد بلسه. این چیه؟ اینا رو واقعا من هم نمیدونم یه چیزی هستش. اینا رو من واقعا نمیدونم این کسی میدونه هم بگه چیزی عجیبیه. ده لیر فلان ولی خب کنم واسه تمیزکاریه آکفاری. آره من آکفاری هم اصلا این برای ندیدم من باورتون میشه. یعنی از پت خارج شد وارد آبزیان شد. خیلی جالبه. و غذاهای ماهی هم داره. خب دوستانی که آکفاری هم دارید قیمت غذاهای ماهی ها 19 لیر 28 لیر 24 لیر 20 لیر 24 لیر 60 لیر. خوبه پمپ هم داره اینجا به این صورت. این دستگاه تصفیه است دیگه آب تصفیه میکنه از اوناست. 558 لیر 500 یعنی 453 لیر و الی ماشاءالله. اینجا رو من فقط یه روز کامل تایم بذارم من بگردم اینجا هم بشیم یه چی بخوریم زرف کردیم اونقدر گشتیم اینجا رو. اینجا ایزا هم که نشون دادم این وسط رو نرفتیم فکر کنم واسه پرنده هست. آره این قسمت واسه پرنده ها و همسته و اینجای چیز هاست که من راستش علاقه خاصی به اینجا ندارم. آها اینجا واسه شامپو ها و تمیز کردن چشم بچه و یه چیز هست. خب بریم جلوتر دیگه ببینیم چی داره. قرص های ویتامین بچه. ویتامین چیه؟ قیمتاش بد نیست نظرم. قرص انگل هم تو کامتا داشته باشه اینجا. این واسه ریزش مو افکت کنم یه همچین چیزی حس میکنم.
حالا بشم بخونم دیگه، چون هم ترکی نمیشه بعضش انگلیسی ها ترجمه کنم با دقت بخونم. خب بعضی اصطلاحات من کار نداشتم باش دیگه، اطلاع ندارم. این واسه چیه؟ قطره چیزه چنه و ککومت و اینگه چیزاست. خیلی کاربردیه. قیمت شنده 75 لیتر. من هم روند هیلو بالا میکنم، هم روند کنم. این قطره ها این شکلی هست، بازش اینجا هست. خب خیلی خوبه، من دنباله این میگشن اتفاقا. این هم فکر کنم واسه واکسن مارکسن سگی چیزیه. این چیه؟ کی میدونه؟ حالا بگذاریم بریم جلوتر. یونا دیکو قرار کرد با ما ظرفای قضاشه یه بیرو. من اینه قیمت کردم همینو، الان استیل دیگاره، استیل زیش پلاستیکه. اینو با من قیمت دادن 600 خورده ای. اینجا قیمتش 189 لیره زیر 200 لیره، یعنی 400 لیره طرف داشت روش میخورد. حالا این سفالا نکنی 159 لیره. بعد یه تایی دستگاهی که داشتم میگفتم اینجاست، اینا واسه گربه و سگ و این چیزاست که آب هی داره میترخونه. این چی بذاری تو خونه مثلا سگتون بخونه. حالا بریم دیگه بریم چی داره. کلن خیلی چیزه بال داره. حالا خمیدن و مصفایی که بچه هم باید پیدا کنم بگیرم اینجا بسش راش خراب نشه. اینم واسه برداشتن محصولات این موجود های دوست داشتنی که وسط خیابون ول میکنن. حالا بریم سمت کیفاش. اینجا کیف داره. اینا هم چیه؟ اینه بارونی هم الان بچه میذارم در این بودوی قشن. خب این کیفه 750 لیره. این سه تا. خب اینا 600 خورده. این تو باکس نمیمونه، من مشکل دارم باهاش. اگه میمون یه دونه دارم تو خونه، جمع و جورم هستش که اذیت نشم و جایی خواستم جمعش کنم راحت جمع کنم. ولی خب شبیه اینه، یه چیز شبیه اینه ولی اون ورش بسته است. بعد ولی تهویه هواش جالب نیست دیگه، اذیت میکنه. اینا هم قیمت هاشون این 610 قیمتش 495 و اونم 751. این کوچولوها رو قیمت نزده، قیمت نظر داره، قیمت نداره. یه سری هم اینجوری هستش. این 476 در کل. اینجوری کیپ هم اینجا هستش بگیرید. خب این هم واسه سگی الان، یعنی این واسه حیوان دوست هست. لوگو خودشون رو دادن، یه هم بارونیه دیگه. باز داره برگشیم این ته از اسکودار تا اینجا. حالا مسافت الان این بغل دوباره میذارم ببینید چقدر راه بوده، چقدر مسافت طی کردم. فقط حواستون باشه میخواید بیاید این مسیر رو اشتباه نکنید. با تاکسی اولا نیایید، با ماشین شخصی هم بخواید بیاید تو راه ممکن اذیت بشید. ولی مترو فولکو سوار میشید دقیقاً 8 دقیقه پیاده روی داشت تا اینجا. با 8 دقیقه پیاده روی رسیدم اینجا. این قسمتش هم جا مینداخته، هم یهو دیدم گفتم اسم بگم. ببین قضاهای سگ و گربه رو اومدم اینجا به صورت نمونه گذاشتم، میتونید بردارید بچه‌تون بخوره، اگه خورد میخرید. بزرگاش اینجاست و قیمتشون خیلی مناسبه. من یه غذا 1 کیلو قیمت گرفته بودم، به من قیمت 800 لیره دادن ولی اینجا 370 لیره. بعد محصولش هم با کیفیتش خیلی خوبه. من هر کس دوستان اومدن اینجا استفاده کردن، هر کدوم از دوستان استفاده کردن راضی بودم. به خاطر همین گفتم اینم بهتون بگم که یه همچین چیز زیبایی هم انجام دادن که بدونی بچه چی رو میخواه، نه خرید بری خونه ضرر کنی. اینجا هم حتی یه سه چیز دیگه هم هستش، این هم نمونه گذاشتم. بعد یه راستی اینم بگم، یه پک اینجوری گذاشتم که همه اینا رو با هم میدن برای تمیز کردن چشم و گوش و شامپو و بعد یه دونه غذای مایه هم، یعنی جامد نیست یعنی سفت نیست، از اینا هم حتی گذاشتم. قیمتش مناسبه 680 لیره. تازه بیرون داشتم من یه دونه بسته انقدی، حالا انقدی نه چقدیه، چند کیلو؟ 3 کیلو. 1 کیلوش 800 لیره میگفتن. این داره یه پک رو میده کلن 680 لیره، تازه 3 کیلویه.
اینم آخر ویدیو بگم قیمت اینجا با سایتش فرق داره، سایتش گرون تره. پس برید اینجا بگیرید، از اون نمونه هم که گفتم میتونید بردارید، حتما به اینجا سر بدارید، نظرتون نسبت به اینجا به هم بگید. یه عالمه خرید واسه بچه کردیم، دو تا غذا گرفتیم واسه، از این لباس ها دو تا گرفتیم واسه، یه دونه سبزش گرفتم، یه دونه این رنگی. و حالا بریم خونه. حالا فکر نکنم فرصت بشه تو خونه. کلی هم چون یوتیوبر بودم بهم جایزه دادن، اینا رو دادن کنم واسه بچه. حتی من خودم تمامی مختلفش خریدم اینا واسش، ولی خب بازش یه سری واسه من ریختن. این جایزه دیگه واسه بچه گرفتم از این گوشتی ها. این چیزش با حاله واقعا، خیلی دوستم بقیه چیزها رو بگم، این هر چیزی رو نمیخوره، هر چیز نمیپسنده بچم، سر همین خیلی چیزها رو نتونستم بگیرم. حالا بشیم یه توست بخوریم، یه در خستگی در کنیم. خیلی اینجا رو گشتیم، اینجا ماشیش واقعا بزرگه، نگاه کنیم یه کلی شرخیم، مخصوصا با این بچه سخته، یه عالمه بچه دیگه هم مثل این هستن، شیطونی میکنن دیگه، دستان داریم. وسایلی که باز بچه گرفتم ایناست که یه دونه از اینا تنش بود، ویدیوشی گرفتم نشون دادم. اینا چیزن واسه تستن که با ما دادن، دارن تست کنیم. حالا چند تا برشون به دوستان بریم که شاید سگاشون از این مزه ها دوستش بشن. این چند نوع گرفتم واسه اونجا، اینا رو دوست نداشت. مثلا این گوشت گاو و گوسفندی قاطیه، این یکی کلا گوسفندیه که هیچ کامش اصلا نخورد، مجبور شدم بتم سگای خیابونو بخورم. بعد اینا گرفتم، با اینا جایزن همشون، از دم اینا جایزه، اینا هم که فهمیدن یوتیوبر هم دادم بهم اضافه. و یه دونه اینه گرفتم دیگه. این غذا 3 کیلویی، 1 کیلویی گفتم قیمتش چند بود دیگه. دیگه این مشوای دستشوش هم گرفتم، همینا دیگه، چیز دیگه نموند. امیدوارم چیزی جا نمونده باشه. حالا بعدا متوجه میشم دیگه، بعد دوباره این مسیر رو برم. من خیلی دور بود، واقعا دور بود. اگه خرید یک سالتون میخواید انجام بدید، به نظرم برید. از اینا بزرگش بود 1700 لیر. خیلی دلم می‌خواست اون رو بگیرم واسه یه سال راحت باشم، ولی خب آوردنش مسئله بود. ماشین رنت می‌کردم و ماشین می‌رفتم، اونجوری اذیت نمی‌شدم، ولی خب با مترو سخت بود. آه راستی فاکتورش رو بگم، ببینید اینم فاکتورشه که کل این خریدا شدش 1939 لیر. اینم قیمت های ریزش، مثلا این دوتا غذایی که گرفتم 432 لیره 33 لیره، روندش کنم رو به بالا شده 865-866 لیر. بعد این جایزه هاست که قیمتاشون رو نوشته، البته این دوتا لباس هاست، این دوتا لباس هاست که اینه و بقیهش جایزه هست. داره تا پایین کلن دیگه جایزه هست و با قیمت اینا. حالا میذارم اگه خواستید خودتون قیمت ها رو بسنجید ببینید چی جوریه. امیدوارم این ویدیو مورد پسندتون قرار بگیره، دوست داشته باشید و بیاید اینجا سر بزنید، خریداتون انجام بدید و واسه دوستاتون هم اینجا رو معرفی بکنید، جای خوبیه واقعا. من چند تا پیچا بود دیگه، قبلا یه دونه سمت آتاکیوی بود، رفتم اونجا، به این شدت محصولش بیشتر نبود، تنوع نداشت، مثلا جایزه هاش، غذاهاش، خیلی چیزای خوب داره در کل. بیاید استفاده بکنید، به دوستاتون معرفی کنید. تا یه ویدیو دیگه، قبل اینکه بگم لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره، به دوستاتون هم بفرستید. تا یه ویدیو دیگه، خداحافظ.